سلام شما برابکس خفن، خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. بچه توی این ویدیو میخواییم رودمپ جدیدی که بلیزارد بهمون داده رو معرفی کنیم. من میخواستم این ویدیو رو فردا براتون منتشر کنم با کلی دیتای دیگه، ولی دیدم انقدر دیتا زیاده که توی ویدیو جا نمیشه. امشب توی این ویدیو صرفا ما داریم رودمپ رو میبینیم. انقدر خبر زیاده که پشماتون میریزه، از لیژن ریمیکس که قراره بیاد توی حالا جشن خیلی بهش اشاره نکردن، جی دی کی پی قراره بند داشته بشه تو سرورهای جدید و درایو مود داریم تو سیزن جدید. اصلا ببین خبرها خیلی زیاده. خب و امشب توی این ویدیو ما صرفا میخواییم رودمپ رو ببینیم. حتما ویدیویی که فردا میاد و از دست ندید، خیلی خبرهای مهمیه. اول از همه رودمپ بچه ها نسخه مدرن رو با هم اگه بخواییم ببینیم، پچ 11.07 مپ سایرن آی که قبلا هم در موردش کلی صحبت کرده بودیم تو همین چنل، یک ماه دیگه داره میاد. بعد از اون پلاندر استورم میاد و بعد از پلاندر استورم سیزن بعدی وار ویتین که اسمش آندرماینده، کلا زیر زمینه، یه مپ گوبلین هاتوریه که بیشتر در موردش صحبت خواهم کرد، حتما ویدیو آن از دست ندید. سه ماه دیگه داره میاد، یعنی سیزن بعدی وار ویتین. بچه‌ای که دنبال موقعیت درآمدزایی بهتر هستن باید این سیزن بعدی وار ویتین رو بچسبن. پچ 11.07 قرار نیست تغییر خاصی رو قیمت متریال اینو ایجاد بکنه، ولی سیزن بعدی وار ویتین که سه ماه دیگه داره میاد خیلی خوبه. پس نسخه مدرن اصلش سه ماه دیگه است که داره سیزن جدیدش میاد. 11.07 هم کانتنت خوبیه، پلیدرانش حال میده، ولی اونقدر فکر درآمدزایی از 11.07 نباشید. اصل درآمدزایی سیزن بعدی یعنی 11.1. 11.1 کنیم، ارزم به حضور شما توی بهار میاد. 11.1.7 دو تا پچ بعد سیزن 2 توی بهار میان. توی تابستون سیزن 3 میاد 11.2 که طبق چیزی که اینجا دیدیم سیزن 3 مثل اینکه مپ جدید نداره، عجیبه. سیزن 2 مپ جدید داره ولی سیزن 3 مثل اینکه مپ جدید نداره. توی همون تابستون اکسپنشن میدنایت رو بهمون معرفی میکنن. گفته بودم توی رودمپ امسال، رودمپ 2025، اکسپنشن میدنایت هست. خیلی ها میگفتید نه میدنایت تو هنوز معرفی نمیکنه، مخصوصا بافنا، آقای بافنا شیرنی بده، باختی شرطو. اکسپنشن میدنایت تو اینجا بهمون نشون دادن توی تابستون همین سالی که داره میاد. توی تابستون اکسپنشن میدنایت رو بهمون معرفی میکنن و توی زمستون اکسپنشن میدنایت میاد. اوکی، هم تک میدید 11.2.5 11.2.7 آخر وار ویتینه و دیگه 11.3 نداریم. به احتمال خیلی زیاد تو زمستون اکسپنشن وار ویتین میاد. این هم که میبینید اینجا زدن عکس یه خونه است تقریبا، به معنی پلیر هوسینگ که قرار پلیر هوسینگ به بازی اضافه بشه از اکسپنشن بعدی، یعنی از میدنایت. خیلی خبرها خبرهای داغیه. نکته مهمی که هست اینه که سیزن 3 مپ جدید نداره، این خیلی عجیبه. و سیزن 2 که باید اگه میخواید درآمدزایی کنید از نسخه وار ویتین باید منتظر سیزن 2 باشید که حدوداً 3 ماه دیگه داره میاد. اوکی، حالا میریم سراغ رودمپ کلاسیک. رودمپ کلاسیک خیلی بیشتره. اولا که کاتاکالیسم کلاسیک الان تو پاییز رید فایرلند اومده، رید بعدیش توی زمستون میاد، سیزن بعدیش طبق چیزی که اینجا گفته، و توی بهار و آخرای بهار و اوایل تابستون میستاف پانداریا کلاسیک میاد. همونطور که دارید میبینید توی تابستون دیگه پانداریا کلاسیک اومده. این پانداریا کلاسیک به نظر من واسه خیلی اصلا مهم نباشه، دقیقا مثل کاتا که خیلی نسبت به نسخه های قبلی اهمیت نداشت، ولی خب به هر حال هر موقع میستاف پاندوری کلاسیک بیاد ما در موردش ویدیو میذاریم، پوشش میدیم، ولی من خودم خیلی دوستش ندارم. مثل کاتا که پوششش دادم ولی خیلی دوستش نداشتم. بعد سیزن آف دیسکاوری که بغیر از فیز 6 فیز 7 هم داره، فیز 6 و 7 نهایت تا آخر زمستون میاد و تموم میشه، یعنی دیگه بهار و تابستون نمیرسه، تا آخر این زمستون، یعنی تا 3-4 ماه آینده و پرونده سیزن آف دیسکاوری هم کلا بسته میشه. چیزی که اصلا اصل قضیه کلاسیکه، یک نسخه کلاسیک داره میاد که با اسم 20 anniversary edition اومده، میبینید یعنی برای تولد 20 سالگی وارکرافت اینو دادن. یک نسخه ورد آف وارکرافت کلاسیک ونیلا که از لول 1 شروع میشه، سرورهای فرش همه چی از اول شروع میشه، یه جوری مثل یک اکسپنشن کلاسیک ونیلا جدید اونو که دارن عرضه میکنن. هفته بعد داره میاد، این مهمترین چیزی که بهش بپردازیم. فیز یکش بچه به زودی داره میاد، لانچش بچه تو همین پاییز هفته بعد میاد، فیز یکش بهار زمستونه، فیز سهش بهار، فیز چهارش تابستونه، فیز پنجش پاییز سال بعده و فیز شیشش تقریبا تو زمستونه و زمستون سال بعد همین اکسپنشن کلاسیکی که الان داره عرضه میشه به تی بی سی کلاسیک میره
اوکی؟ یعنی ما تی بی سی کلاسیکو گفتم احتمال داره بیارن، داریم، ولی یک کله تی بی سی کلاسیکو عرضه نکردن. ما فکر میکنیم سیزن آف دیسکاوری یا کلاسیک ارا قراره بره به تی بی سی، ولی کلن نسخه جدید دادن از صفر که اینو بازی کنید، از صفر رو برید بالا، برید تی بی سی. چند تا نکته داره این نسخه کلاسیک جدیدی که داره میاد، سه تا رلم داره: رلم پی وی پی، رلم پی وی ای و رلم هاردکور. اوکی، اینا هم در نظر بگیرید، خیلی بچه‌ها گیج می‌شدن تو لایو استریم کلا با نسخه‌های کلاسیکی که الان داریم، اینا فرق می‌کنن بچه‌ها. قرار نیست نسخه‌های کلاسیکی که الان داریم، کلاسیک ارای و هاردکور کلاسیک، هیچ اتفاقی براشون بیفته. خب اینا اضافه بر اونها قرار اضافه بشن، سرورهای فرش. و جالبیش اینه که یعنی هم هاردکور کلاسیک جدید داره میاد که قراره اون هاردکور کلاسیک تا سال آینده به تی بی سی بره، هم کلاسیک ونیلای جدید داره میاد که این کلاسیک ونیلای جدید قراره تا سال آینده به تی بی سی بره، و این تی بی سی است که همه رو دوپا هایپ کرده. حالا همونطور که بهتون گفتم، سه ماه دیگه داره سیزن جدید وارویتیم میاد. توی این سه ماه تا سیزن جدید وارویتیم بیاد، بهترین موقعیت برای درآمدزایی سرورهای فرشه که هفته دیگه داره میاد، چون از اول داره شروع میشه، هیچ کی اونجا گلد نداره، پس این قیمت تو گلد خیلی بالاست، هیچ کی اونجا هیچ آیتمی تو اکشن هوست نذاشته، اکشن هوست تازه هفته بعد داره باز میشه، یعنی هیچ آیتمی تو اکشن هوست نیست، قیمت آیتما تو اکشن هوست خیلی بالاست، یعنی بهترین موقعیت برای گلد فارم هفته بعد داره شروع میشه. به احتمال خیلی زیاد رلم های پی وی پی شون بهترین رلم ها باشن، و این چیزی که داریم میبینیم دیگه. و به دلیل اینکه این سرور کلاسیکی که جدیداً هفته بعد داره عرضه میشه قراره به تی بی سی بره، خیلی ها میرن اونجا هیرو میسازن، چون همه عاشق تی بی سی هن، میگن حداقل یه هیرو اونجا لول 60 بکنیم که وقتی تی بی سی اومد بفرستیمش به تی بی سی. غیر از اینه مگه؟ پس استارتش قطعاً میتره کنه، استارتش و فیز یکش قطعاً خواهد تره کند، بهترین موقعیت برای گولد فارمات. خبر اومده که جی دی کی پیش مثل اینکه بسته است. حالا ببینیم چطوریه. خب اینکه تاریخ دقیق انتشار این کیه بچه هنوز نگفتن. در مورد اینا من بیشتر ویدیو خواهم گذاشت، در مورد خبرهای جدید، در مورد سیزن جدید وارویتین، در مورد پچ جدید وارویتین، در مورد این سیزن این سیزنال یا به قول گفتنی این سرورهای فرش کلاسیکی که داره میاد، چیکار باید بکنیم، چیکار نباید بکنیم، در مورد همه اینا، در مورد خبرها ویدیو میذارم. خیلی عجله نکنید، ویدیوهایی که فردا و روزهای آینده میاد رو دنبال کنید. و همین دیگه، خیلی 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 من خوشحالم که تی بی سی کلاسیک رو به هر حال تو رودمپ بمونشون دادن و ما رو خیلی دوپ هایپ کردن. میس آف پاندورا کلاسیک کسی به تخمش نیست به نظر من، سیزن آف دیسکاوری هم که تموم شده، کاتاکالیسم هم همین الان دد تا حد خیلی زیادی، فقط کسی که رید میزنن شاید خورده بتونن تو شالات یک تجربه خوبی داشته باشن، ولی این نسخه جدید کلاسیکی که داریم میاد عالیه، هم رلم پی وی پیش هم رلم هاردکورش. اگه هاردکور پلیر باشید، چون گیلد اونلی فنگ میخواد بیاد و تو رلم هاردکور شروع کنه بازی کردن، موقعیت خیلی خوبی درآمدزایی اونجا هم ایجاد میشه واسه پلیرایی که بتونن هاردکور بازی کنن. من خودم احتمالاً بیشتر رو پی وی پی سرمایه‌گذاری کنم، چون کژوالا بیشتر میرن سمت پی وی پی. حالا این رودمپی که بهمون دادن بچه، همونطور که گفتم خبرها خیلی بیشتر از چیزیه که ما امروز توی این ویدیو گفتیم. توی این ویدیو فقط خواستیم رودمپ رو بهتون نشون بدیم و یه دورنگاهی به آپدیتی که بلیزارد قرار داره داشته باشه. سورپرایز بلیزارد هم پلیر هاوسینگ بود که قرار از اکسپنشن بعدی یعنی میدنایت بیاد. ویدیوها رو حتما دنبال کنید، این ویدیو رو هم لایک کنید خواهشاً دیگه. ببین چقدر سرعتی قدرت ویدیوشو گذاشتم.